آقای مهدوی، اگر بخوایم روی یکی از این گفتمان‌ها تمرکز بکنیم، من مایلم که اون دسته آیاتی مثل آیه 75 سوره مؤمنون یا آیه 94 سوره اعراف که اشاره میشه که ما انسان‌ها رو به بعصا و ذرا دوچار می‌کنیم برای اینکه اونها لعلهم تزرعون، برای اینکه اونها تزرع بکنن. حالا می‌خواستم بدونم فهم شما از این آیات چیه؟ یعنی ما چرا انسان، یعنی چرا اولا ما خداوند مایله که ما به تزرع و خاکساری مقابلش بیفتیم؟ این نکته اول. و به خاطر اون گویی که رنج یک ابزاریه برای اینکه ما رو به این مسیر و به این پایان برسونه. تزرع و خاکساری آیا میارزه به اون رنج؟ بله. و حالا چرا اصلا ما، چرا خدا چنین اراده‌ای میکنه برای اینکه ما به تزرع بیفتیم؟ من تصور میکنم باز به اون آیات تزرع هم نگاه کنیم، من برداشتم اینجوریه، در واقع تزرع در برابر خیشتنه. درسته ما خدا رو میخوانیم، یعنی خدای بزرگ در برابر ما حاضر میشه، خدای، من جبار نمیگم، من نمیگم فقط خدای خالق، یعنی نمیگم که خدایی که هی مثلا شرایع وضع میکنه، حلال و حرام میگه، دستور میده. من مرادم فقط این نیست، گرچه خب سر جای خودش اینا نکات مهمی است و دریافتای بزرگی فقیهان ماست. من مرادم واقعا خدا، وقتی میگم یا بزرگ، یعنی خدای همه هستی، اون خدای بیکرانه، خدای مطلق، خدای غیر شخصی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء قدیر، اون خدایی که همه جا رو در بر گرفته. وقتی میگه اینما تولوا فثم وجه الله هو معکم اینما کنتم، این خدا رو میگم، این خدایی که اتفاقا مهربانم است، این خدایی که اتفاقا زیبا هم است، دوست داشتنی است، محبوبه. کشف بزرگ عارفان میشه به این خدا عشق ورزید. مرادم این خدا، این وقتی جلوه میکنه، اون وقت آدمی در مقابل عظمت جلوه میکنه، درست ظاهرش اینه که یتذرع، مثلا ادعوا ربکم، مثلا ادعوا رب تذرعا و خفیتا، این تعابیرم داریم در قرآن، از سر زاری. این زاری در حقیقت دیدن محبت خداونده و یافتن حد و مرز و اندازه خیشتنه. زاری در حقیقت یافتن خوده، این خودی که گرفتار توهم شده، این خودی که اسیر تخیل شده، این خودی که فکر میکنه خداست، فکر میکنه واقعا حرفش باید حرف، فقط حرف اون باشه، رأی فقط رأی اون باشه، ایده فقط ایده اون باشه، درستی رو او تعیین میکنه، راستی رو اون تعیین میکنه، خوشی فقط باید از آن او باشه، او فقط باید راحت باشه. چنین موجودی، این همه اثر تخیله، تخیل این که من بی حدم، تخیل این که من بی اندازم، بی کرانم. آدم وقتی دوچار این تخیل باشه، تبدیل به ویروس خطرناک میشه، تبدیل سم واقعا مسموم کننده میشه. ببینید این شر اخلاقی رو همین آدم ها درست کردن. اینقدر که ما از آدم ها لطمه دیدیم، از سیل و زلزله و وبا و طوفان لطمه ندیدیم واقعا. شما نگاه کنید، بخش زیادی از اینا هم تازه خود انسان ها اسباب اونها بودن. جنگ های جهانی اول، دوم، بروز نازیسم، بروز فاشیسم، استالین یه موجود وحشتناک. ما الانش هم یه 20 صفحه کتاب از استالین بخونید، 7-8 شب خوابتون نمیبره، وحشت میکنید. این موجودات چرا به این روز افتادن؟ از سر بی حدی، یعنی تصور غلط اینکه احساس کردن بی حدن، تصور غلطی که واقعا خودشون رو گم کردن، فکر کردن باید روی زمین خدایی کنن، فکر کردن که همه چیز اونا هستن، حرف من، رأی من، ایده من. این پدیده از آدم یه موجود، گفتم، گزنده‌ای رو میسازه. نمیتونه راحت عشق ببرزه، نمیتونه راحت زندگی کنه. عشق حالا پیشکش، شما توی نظام خانواده ببینید، مرد بگه حرف منه، یا زن بگه حرف منه، اونجا میشه جهنم. ولی اینکه توی قصر زندگی کنن، برای اینکه سقفش خیلی بلند و نمیدونم پرده های قیمتی و فرش های گرانبها و امکانات فوق، به قول معروف خیره کننده دیگه، حالا فوق فلان یا خیره کننده. شما اونجا توی شهر، شما توی محل، توی محیط کار، شما توی امر سیاست، ببینید آدمایی که این مرزه رو نمیشناسن، این حد رو نمیشناسن، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله، چقدر این واژه قشنگه، پانمنه از حد بیش. این از حد بیش پا نهادن تمام زندگی بشر رو تباه کرده. بزرگترین مشکل انسان، بزرگترین مشکل انسان خود انسان بوده. وحشتناکترین ویروسی که همیشه آدم ها رو آزار داده، فقر آورده، فقر آورده، عشق آورده، خانمان ها رو برهم زده، عزیزترین آدم ها رو گرفته، گرسنگی آورده، بیکاری آورده،
باور کنید برید نگاه کنید به لحاظ روانشناختی ریشش برمیگرده به این آدمایی که مرز ندارن، آدمایی که حد ندارن، آدمایی که لاف میزنن لافهای درشت و بعد شاخ میزنن شاخهای دردناک. این قصه عمیقی است که در قرآن معرفی شده به نظر من. واقعا اینجا پشت این آیات میستم و با صدای بلند میگم یکی از عمیق‌ترین، زیباترین. من اصلا مسلمانی این حرفا رو نمیزنم، مبلغ قرآن هم نیستم چون بلد نیستم. باور کنید صادقانه اگه یه خورده بیقرارم بخواید طبیعی صحبت کنید، چون اینجا بالاخره باید این فضای خورده خنک باشه و من متاسفانه گاهی اوقات این سردردهایی دارم که آزارم میده، ولی داریم بحث خوب و طبیعی ادامه میدیم. این بیقراریم رو بینندگان یک کمی باید منو ببخشن و شما و دوستان عزیزمون. اما شما نگاه کنید، من واقعا پشت این آیه میستم، نگاه نمی کنم که حالا جامعه ما چگونه است. تا بعضی دوستان دیدید دیگه آباز میکنن دهان شریفشون را، آقا دین یه امر مزاحمی است. کجای این امر مزاحمه؟ متبیین بسیار عمیق انسان شناسی است که تضرع آدمی رو میسازه، تضرع آدمی رو آباد میکنه. انسان ها وقتی فروتنان زندگی میکنن میتونن عشق ببرزن، میتونن دلسوزی کنن، میتونن به سهم خودشون قانع باشن، میتونن دیگری رو هم مانند خودشون انسان ببینن. شما بازم تصور کنید، تخیل خلاقتون رو به کار بنازید، وقتی این ارتباط در نظام خانواده ایجاد بشه، یعنی آدما در عینی که همسر یا مثلا شوهر زن با همدیگه اینجوری زندگی کنن که مرز در واقع انسانی خودشون حفظ کنن، اون دیگری رو ابزار نپندارن، انسان بپندارن، تو جامعه اینطور باشه، تو سیاست اینجوری باشه، باور کن کمترین آسیب ها گریبان آدم رو میگیره، کمترین لطمه ها سراغ آدم میاد. لذا وقتی که میگه ما بعصا و ذرار رو سر راه شما قرار دادیم سختی، یه خورده برای اینکه این گردن کشی تو فرو بریزه، یه خورده چشماتو باز کنی، اینقدر تو نری با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیست. در پناه یک اسم از خاتم سلیمانی میروی و مژگانت خون خلق میریزد، تون میروی جان و ترسمت فرو مانی. به همین دلیل برای اونجور آدم ها خداوند تنگناهایی رو ایجاد میکنه، دردهایی به وجود میاد، بلکه اینها به خودشون میان. اتفاقا این تضرع و زاری برای کسایی که امکان هدایت دارن، یعنی برای کسایی که تازه خداوند دوستشون داره. اما اگه کسی گفت نه آقا من اومدم اینجا همچنان لاف خدایی بزنم، همچنان با کبریایی تبختر قدم بردارم، هیچ کس برای من جز خودم مهم نیستن، فقط هیته من، حریم من، مثل این آدمایی که پنجه میزنن و من پول مردم بیچاره، همین کرونا میاد بعد خبر میشه فلان چه مثلا فلان فساد مالی فلان، کشاورز بینوا با چه بدبختی نمیدونم آب لیمو فلان لیمو رو میبره 2000 تومان میده 55 هزار تومان میده. به این جور آدما اینا رو یه وقتایی اگر قابلیت باشن بله براشون امکاناتی فراهم میکنه تا به گریه بیفتن، برای اینکه بدونن آقا پاشون رو از حد بیرون گذاشتن، دارن شر تولید میکنن، مسموم کردن فضا رو، آسیب زدن. اگرم البته دیگه اینقدر فراتر رفته باشه، اتفاقا خداوند همین تضرع رو از اونا میگیره. مولانا یه جایی میگه داد مر فرعون را صد ملک و مال تا بکرد و دعوی عز و جلال، در همه عالم ندید و درد سر تا ننالد با خدا آن بدگوهر. بنابراین تضرع موهبت بزرگی است که قرآن از او دم میزنه، برای اینکه آدمی وقتی زاری میزنه میفهمه که آقا تا اینجاست، بیش از این نیست، تا این حد، از اون حد نیست، بهتره بنابراین فروتنانه زندگی کنه. که حافظ رو میبینین که میگه گفتم غم تو دارم، گفت تا غمت سر آید، گفتم که ماه من شو، گفت تا چرا خدا این کارو میکنه؟ برای که حافظ یه جاهای خیلی خیلی داره گستاخی میکنه، به همین دلیل انقدر خلاصه میاره پایین تا او فرا بگیره که روی زمین بی ادعا زندگی کنه. گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. زارت بکشم همین تضرعست که آقا در حد خودت ادعا کن، در حد خودت قدم بذار، حقوق دیگران رو به رسمیت بشناس، دیگری نیز مانند تو انسانه، فروتنانه زندگی کن، او وقت بفهمی که لذت این زندگی تازه کجاست، تا ببینی چاشنی زندگی سلطنت بینی نهان در بندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. گفتم غمه